آماده شدن حکومت افغانستان به جنگ و هشدار از یک بهار خونبار در افغانستان. در حالی که از پیشرفت در دور دوم گفتگوهای بین الافغانی خبر نیست، حکومت افغانستان از آماده شدن به جنگ بهاری خبر می دهد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی روز گذشته در یک نشست خبری به طالبان هشدار داده که اگر به مذاکرات صلح حاضر نشوند و همچنان به جنگ ادامه دهند، نیروهای افغان برای جنگ با این گروه آمادگی گرفتند. در کنار این، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور کشور امروز گفته که بیشتر از 80% طالبان آزاد شده از سوی حکومت افغانستان دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. در کنار این، مارشال عبدالرشید دوستم نیز روز گذشته هشدار داده که وطن در خطر است و باید علیه طالبان از فشار نظامی کار گرفته شود. اما اینکه چرا طرفها به جای تلاش به آتش بس و صلح به ادامه جنگ تاکید دارند و واقع به آن چه خواهد بود، در برنامه امشب بازنگاه با آن میپردازیم. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان بریالی نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم از فرانسه، در برنامه با ما وصل هستند. احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، و متیولا ابراهیم زی، آگاه امور سیاسی، در استودیو حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای ابراهیم زی، در شرایطی که افغان ها میخواین برن به طرف سال، پیام جنگ سوی حکومت به چه معناست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مهمانان در بس و بینندگان محترمتون. تشکر. واضح است که ما زمانی که وقت از دست بتیم و به برنامه باشیم، باز در جریان سال پیام جنگ دادن به معنی ادبیات جنگ، به معنی نگفتن به مذاکره است و یا کم آوردن در میز مذاکره است. چطور میگین این؟ اجازه بدین؟ شما میفهمین که پروگرام صلح افغانستان وقتی که قبل از امروز ایالات متحده امریکا با طالبان خواست نشست بکنه، یکی از سفرهای امروز زمان در پاکستان خبر را بر دکتر صبح غنی میاره که گویا امین مذاکرات باید سه جانبه باشه. اما دکتر صبح غنی با شدت تمام امین سه جانبه را گفته، گویا سه جانبه را که این حکومت افغانستان، طالبان، امریکا را رد میکنه. و یک دقیق زمان بود که ایالات متحده امریکا 18 ماه مذاکرات دوامدار داشتن با گروه طالبان و در نتیجه توافقنامه دوحه که مطلقاً به نفع طالبا بود، چون حضور داشتن، یعنی جانب دیگه حضور نداشت، تمام شد. این مسئله انجامید به این که گویا 5000 زندانی هایشان بدون از اینکه ما امتیاز بگیریم رها شد، جانب حکومت امتیاز بگیره. یگانه امتیازی که حکومت گرفت اشتراک در مراسم تألیف به کرسی نشاندن تقلبات بود، چیزی بیش نبود. و ما تصادفاً که موضوعی را و در زمان ما جنگ یاد میکنیم که دکتر صبح غنی امین لحظه‌ای که ما حضور داریم با کابینه خود در جنگ است، با پارلمان در جنگ است، با نیروهای عظیم و مردمیه که میتونه جهت قضیه در افغانستان باشه، با اونا مشکلات داره. در تو یک وضعیت اعلان کردن پیام جنگ یک بوده که میتونه نیروهای امنیتی را به اصطلاح مورال بده، که متاسفانه در بعضی موارد، مثلا در مسئله بیسود که چند روز پیش اتفاق افتاد، این دیگه باز یک مسئله جدا است که با یک دست تلوار و با یک دست به اصطلاح کلام به این موارد بپردازیم. پیامش چی است؟ پیام اعلام جنگ و پیام اعلام جنگ به اصطلاح امو. خب یک مسئله از جناب رازقیار صاحب، که یکی مسئله ریالیستی است، یکی مسئله ایدئالیستی است. در مسائل ایدئالیستی خوب است که ما بالا بلند صحبت ها داشته باشیم یا به اصطلاح هم خیال پلو بزنیم، یعنی اینو خیال پلو میزنن، اجازه بدین. اما در مسئله واقع بینانه ما ببینیم که همه جنگ ما را کسی که سپورت میکنه، کسی که حمایت میکنه، اگر شما به توییت ها و به گزارشات از کاخ سفید و از پنتاگون متوجه شده باشین، با فشاری ایالات متحده امریکا فعلا بر بحث مذاکره و مسائل دیپلماتیک است، که خود از این بیانگر عزی است که متاسفانه از نظر به ضعفی که ما داریم، ضعف دیپلماتیکی که داریم، دنیا یا جهان، کشورهای منطقه نسبت به حکومت آل طالب بدبختانه که
ترجیح میده. شما سفرهای ملا برادر رو ببینین، یک چیز مسخره ای که هست که حکومت آرام شیشته، وزیر خارجه فاتحه مادر یک بزرگوار که رئیس کمپاین بود، فاتحه زور در فیسبوک خود نشر میکنه، اما ملا برادر میره سر مسائل اقتصادی و سیاسی و روابط دیپلماتیک با ترکمنستان صحبت میکنه. این چی رو نشون میده؟ به شما آقای نرو، یک خوب دیدتان چی است به اینکه حکومت افغانستان آمادگی میگیره به جنگ و گفته که آماده است دید حزب جنبش؟ در کنار از این، چرا مارشال دوستم فکر میکنه که وطن در خطر است به گفته خودشان؟ تشکر. سلام بر شما و بر مهمانان حاضر در بحث. در بحث این که وطن در خطر است یا نیست، یا چگونه ابراز نظر صورت میگیره، یا پیام مارشال صاحب دوستم خیلی واضح میباشه، من فکر میکنم که در هر صحبت اونا بیشتر دیدگاهشان همین بوده که هیچگاه دشمنان این سرزمین به فکر این نباشن که دوباره میان حاکم مردم میشن و مردم به خاک خون میکشانن و این اراضی را اشغال میکنن و این شعارش است و این صدایش است و همیشه برای افراد دور و نزدیک، کسانی که در مقابل تروریست‌ها در مواضع جنگ قرار دارن، پیامشان همین بوده. یک نکته دومی که چرا وضعیت گفتگوهای سال بیشتر از پیش ناامید کننده و به طرف بنبست روان است، به این معناست فکر میکنم که تغییر جهت در سیاست بایدن در مقابل آقای ترامپ، نوع وضعیت صلح یا تاثیرگذاری منفی او روی روند گفتگوهای صلح بین الافغانی داشت. بعد از این که آقای مارشال بیشتر تمرکز داشته باشه، اونو گفتن وطن در خطر است، خب یه گپ بسیار کلان است. چی چیز به این نتیجه رسانده آقای دوستم را که افغانستان در خطر است؟ حتی حاکمیت را هم گفته که در خطر است. خب طبیعی شما در جریان هستین که بدبختانه باید بگویم که در هر شب و روز از پایتخت شروع تا چهار گوشه از این کشور مردم بیگناه و بیدفاع از این کشور کشته میشن، شهید میشن، سربازای شما اسیر میشن، نه در کابل که پایتخت است و نه در هم در ولایات دور و نزدیک، در شهرها هیچ نوع مسئولیت زندگی برای انسان‌های سرزمین نیست. بنابراین طبیعی است که ما وضعیت خوب نداریم، وضعیت بحرانی امنیتی داریم. در اینجا باید دست به کار شد، مخصوصا دیدگاه اینا بیشتر روی چگونگی تأمین امنیت است که بدبختانه باید بگویم تا هنوز آنچه طرح از سوی اینا مطرح شده بود در حکومت قبلی و حکومت فعلی، هنوز هم ما نتوانستیم که این طرح را عملی بسازیم. بنان نگرانی های بیشتر مارشال دوستم باعث میشه که حداقل این نگرانی ها را با مردم خود شریک بسازه تا از چگونگی وضعیت کلی افغانستان مردم باخبر باشن و کسانی که مسئولیت تامین امنیت را در این راستا دارن حداقل متوجه تر و بیشتر از پیش کاراتر عمل کنند. سپاسگزار برمیگردیم به شما. به نسبت برداشت شما از وضعیت فعلی چی است در افغانستان، مخصوصا این که حکومت افغانستان ابراز آمادگی نشان میده به جنگ؟ فکر میکنین حکومت ناراست شده از میز مذاکره و میدانه که به نتیجه نمیرسه، از راه گفتگو با طالبا در این صورت باید آماده شو به جنگ، یا نه حرف دیگری از طریق به صحبت هایی که میشه از طرف مقامات حکومتی؟ تشکر جانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و میهمانان عزیزتان و ملت تباه شده و در دیده افغانستان. آقای گلم کاربرد عقل بر سیاست، بیانگر رشد و توسعه علمی در همه عرصه‌های مختلف یک جامعه می باشد. یا شکل می تر. در صورتی که او عقل وجود داشته باشه که از او کاربرد صورت گرفته بتاند. افغانستان امروز در خطر نه، بلکه 20 سال پیش که حکومت ائتلافی یا مختلط عجیب و غریب معجون و مرکب شکل گرفت، از امون لحظه به خطر بود. و ما بار و بار که تا سال 2009 به فعالیت های سیاسی اجتماعی داخل بودم در معادلات بزرگ، این اندیشه و این رنج خود روشن می ساختیم در مجامع بین ملل. ما می دانستیم که یک طبقه عجیب و غریب بهترین فرصت ها را از دست اولادای آینده سازان افغانستان خواهند گرفت و اینا نمیتونن که ظرفیت سازی کنند
و کشور از این فرصت‌ها استفاده کنند به طرف ترقی و تعالی بکشانند و خاطر مرتفع ساختن خلاهای موجود او وقت و امروز خو در خطر نی این وقت کشور و مردم به گودال تاریخ توسط امی مشارکین حکومت 19 ساله یا 20 ساله دفن شد. اما باقای نصرتی، آدم های عجیب و غریب را که شما برش اشاره دارین کی ها هستن؟ زمانی که حکومت مشارکتی میگیم این دیگه از هیچ وضاحت ضرورت ندارد. هر انسان عاقل چی که بچه های صنف 18 ساله میفهمه که حکومت مشارکتی یعنی کی ها؟ بله. یعنی که مافیای اقتصادی رشد کرد تا این که برای به طرف یک حکومت عقل مدار. ما میدانیم که دستگاه های استخباراتی بیرون یک افغانستان ضعیف با رهبرهای ضد ملی را زیاد علاقه دارد تا در لایه های ای به اتفاقی قومی سمتی که از طرف زمین ها پخش شده اونا بتانند به توطئه ها و تصاریف خودشان برسند که امروز رسیدن ما هیچ کار است فرض بزن. بله. حق ادامه حیات یک حق خدادادی ماست که ما طبیعتاً باید حیات خود به سر ببریم، ولی کسی میای انفجار میتواند زن اولاد ما به کجا بره برای کی دعوا کنه که شوهر من چی شد؟ ناموس ما حقش نداریم کسی میای زن ما رو میکشه پدر ایمان میمونه به کدام مرجع بره کجا پرسان کنه بناهن یا از یک نظام یک حکومت خودخوانده عجیب شما وقت میکنیم که تمام شالوده های یک حکومت داری در او شاریده خیلی سپاس گزار. درست تشکر آقای نصرتی. داخل افغانستان ولی قربانیش هم مردم افغانستان میدن. سپاس گزار. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای برمزه، فکر میکنین عواقب گزینه های بجز از سال برای مردم افغانستان چه خواهد بود؟ از طرف هر دو جانب، هم از طرف حکومت و هم از طرف گروه طالبان. خب یک نکته باز میریم سر دیگه، مثلا جنگ، خونریزی و تداوم بدبختی. ما یک موضوع رو میخوایم که یادآور شوم که جناب نصرتی صاحب به اشاره کردن و موضوع تباهی و بدبختی 20 سال عقب ماندگی یا 20 سال که اونا از او ذکر کردن، این تمامش برمیگرده به دو پاسپورت هایی که اصلا به افغانستان از عینک یا از پشت ویترین دیدن یا به افغانستان از پرده های تلویزیون دیدن. دقیقا اگر ما بریم به بحث حاکمیت، ما از یک مسئله شروع میکنم. اول در افغانستان جنگ نیابتی است. دشمن های منطقه‌ای افغانستان کمربند امنیتی خود در افغانستان تعریف کرده و یک جنگ نیابتی در افغانستان شکل گرفته و نامبدیش به واژه های عجیب و غریب و جنگ سالار و نمیفهم تفنگ سالار و طالب و این میگذار. من شروع میکنم از یک نفر که امروز در بین ما نیست. قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود زمانی که برش گفته شد که تو در اراضی خود باش و طالب در اراضی خود باشه میشه به طرف صلح بریم، این یک تعداد به ثبوت ها یک چیز دیگه تعریف میکنن و او پکول خودم اندازه که برابر پکول ما مگر جای ما در افغانستان می جنگم تمام افغانستان می خواهیم. در یک دو سه سال بعدش کتاب های ایران که بسیار بیشرمانه امروز که وقتی که مارشال صاحب دوستم میگه که افغانستان به طرف حاکمیت طرف بربادی روان است، او حساسیت موضوع را درک کرده. ایران به بسیار بیشرمی در اون زمان مداخله میکنه، کتابای را میاره 4 کانتینر کتابه که در مکاتب افغانستان توزیع بکنه، هیچ کس مانعش نمیشه، کسی هست که او پشتون است تصادفاً. این میره با مارشال صاحب امروزی جنرال صاحب دیروز میگه که 4 کانتینر کتاب اومده در مکتبا توزیع میشه، این خوب گپ نیست. جنرال صاحب با اون تیپی که داره، با اون لحنی که داره میگه که بان که بچه ها سبق بخونه ما خود جنگ هستیم، او برش میگه که یک تصرف فرهنگی است. مارشال دوستم امر میکنه که وقت ما با یک کشور می جنگم به دیگه هم اجازه نمیتونم. ما افغانستان از فاریاب تا ننگرهار میخواهیم، از بدخشان تا نیمروز میخواهیم، یک چانپا هم کم نمیخواهیم، از بین ببرین کتابا را. بعد از شهادت عامر قهرمان ملی وقتی که به مارشال صاحب فقید مارشال صاحب فهیم میگن که شما در ساحه خود باشین، طالبان را بگذارین به ساحهشان،
این افغانستان دو تقسیم کنیم، افغانستان برباد شود، نیمیشه پاکستان بگیره، نیمیشه ایران، نیمیشه آسیای میانه. مارشال دوستو، مارشال صاحب فقید گریه میکنه. مارشال دوستو، مارشال صاحب فهیم کسی نبود که گریه بکنه. و سنگ میوار داره میگه ایره در پنشیر زمرد میگن، در پکتیا تیگه میگه، با ما تیگه و زمرد یک ارزش داره، یک قدم هم پس نمیرم، کتزو زدیم کتتوم میذارم. خب مجبور میشن افغانستان رو واحد تسلیم بکنن، جنگا رو دوام میتن، جنگای نیابتی دوام میکنه. در سال 2012 2013 یک هیئت میره با ملا عمر، میخوان کمی پروسه رو تطبیق بکنه. هیئت ملا عمر میاد کویته و با ملا عمر پیشنهاد میکنه کمی ولایت جنوبی از تو باشه، شمالی رو میگذاریم به حکومت افغانستان یا حکومتی که در کابل حاکمیت داره. هیئت میگه که یه صلاحیت ما بالاس، با ملا عمر تماس میگیرم. در اتاق بیرونی که سی آی اس با ملا عمر تماس میگیره، میگه چیز میخواه. ملا عمر به مول لحن خود برش میگه، میگه بارا زیر طول افغانستان غارم یا طول رو پریردم. منظور چی است؟ اجازه بده، اجازه بده. امروز ما میایم سر از این مساله، او هم عین گپ میزنه. امروز چیزی که مارشال صاحب دوستم به او اشاره کرده و یمی حکومتی که اکثرشان متاسفانه پاسپورت دو پاسپورت هستند، وضعیت قسم اومده که ما میریم آیسته آیسته به اون سناریویی که بایدن گفته بود که باید ولایت جنوبی به یکی باشه، ولایت شمالی به کس دیگه باشه، که نقص حاکمیت به هیچ کس قابل قبول نیست. بدون شک حکومتی که امروز حاکم است توانایی اداره را نداره. اما تو که نصرتی صاحب گفت، مال انسان، جان انسان و و و در شهر کابل ما امن نیستیم. پلان حکومتداری اصلا وجود نداره، یکی را به جان دیگر انداختیم. امروز ما به جز از اینکه یک صلح آبرومند و یک صلح امشمول داشته باشیم و ما برای بقا و حفظ نظام تلاش بکنیم، یک تعداد دوستایی هستن مثلا امیر فاطمیون بسیار بی‌شرمانه، شما دیدین که وزیر خارجه ایران ادعا میکنه که فاطمیون میتونه امنیت بگیره. خب یک بزرگوار نیست که، او در سوریه چی کرد که در افغانستان بکنه؟ مگر اینجا افغانستان مردمش مرده؟ شما مثال زنده شده بیسود میبینید. فاطمیون ایران میخواد این کارو بکنه و همین دلیل است که طالبا به سفرهای خود ادامه داده تا بتونن یک اماهنگی را ایجاد بکنن، چون طالبا هم متاسفانه اختیار کلی خود ندارن. و امی حکومت ضعیف بود، امی دوستایی که از بیرون شما ببینین اکثرشون تقریبا سخنگوی طالبا است، طالبا از 15% بیش نیستن. طالبا را یک استیج بلند داد و طالبا بعد دلیل از استیج بلند پیدا کرد تو حکومت در داخل خود از هم پاشیده. متحدین کسانی که به جمهوریت به قیمت خون خود نگاه کرده بودن، به جمهوریت تن داده بودن، تمام متحدین خود از خود از دست دادم متاسفانه. امروز دویده یکی را مشاوریت میده و او مردم های خرد و ریزی که ای سوسو میدون، یکی را تلاش میکنه که با وزارت، شما میبینید که بسته پیشنهادی شما امروز من دیدم در بعض رسانه هم اصلاحات بود فکر کنم تبصره کرده بود که آقای صلاح الدین ربانی هم پیشنهادی بستهش رد کرده. حالا که به چیز ما ضرورت داریم، چیزی که میتونه ما را متحد بسازه، یک اجماع ملی و سیاسی است که در افغانستان باید شکل بگیره که وظیفه حکومت است کارا باید بکنه. سپاسگزار. اجماع ملی که آقای نیرو اشاره میشه از طرف آقای ابراهیم زهیر، آقای دوستم هم در صحبتهایش به او تاکید کرده که همه باید متحد شوند در برابر طالبا. خب شما میدانین که استاد محقق مشاور ارشد سیاسی و امنیتی رئیس جمهور است، آیا باید بسته پیشنهادی رفته پیش آقای مارشال یا نه؟ خب در این شک نیست که در آغاز همان طور که من اشاره داشتم که دست ما به خاطر صلح و هم دیگر پذیری و آغوش ما به خاطر آمدن با عزت گروه طالبان و به خاطر داشتن یک افغانستان متحد و آباد همیشه باز بوده و پیش است. ما همیشه تاکید داشتیم که جنگ راه حل نیست، بیاین شما روی میز مذاکره با هم صحبت کنیم و این افغانستان را بسازیم. در غیر از او اگر این فکرتان به این فکر باشین که گویا ما فریب میتیم و نوع به اصطلاح صلح را پیش زمینه قرار داده و ما بزرگای از کشور و مردم افغانستان را اغفال میکنیم و دوباره افغانستان را میخواییم که یک صوبه از پنجاب بسازیم یا صوبه از پاکستان بسازیم، در اینجا فکر میکنم که یا خیلی غلط شمرده و محاسبه کردن. کسانی که در این سرزمین هستن، اگر ما از مارشال صاحب دوستون بر شما مثال بتم، خانوادهش در اینجا است، بچهش در خط اول جنگ فعلا ارکان عربی خود از ترکیه گرفته آمده، شبها در عملیات بیرون میشه جنگ میکنه، در یک قلعه زندگی میکنن، خودش سنشان بالا رفته، با همین حال زمانی که در مخابره صدا میاد که یک سرباز در یک پوسته یا یک توله در محاصره است و میخوان سر ببرن فرزندای اصیل از کشور،
بنان دو بجه شب بیرون میشه با جمع از محافظینش حمله میکنه بالای مو گروهی که میخواین بدرن، میخواین دربتن، میخواین خراب و ویران کنن این کشور. بنان یا انگیزه دارن یا احساس وطن دوستی دارن، اینا به خاطر حفظ تمامیت ارضی، نوامیس، عزت از این کشور میخواین که در این خاک بمانن و بجنگن. اما استاد محقق یک بسته پیشنهادی داره برای چگونگی اجماعی درونی را. بحث ما با ابراهیم زایس کاملا موافق هستم که در تشکیل اجماع درونی طبیعی است که باید تلاش صورت بگیره. صدای مارشال صاحب دوستم هم همین بوده که کسایی که میخواین به خاطر عزت از این کشور برزمن بنان متحد باید شد. ما یک طرف بحث گفتگوهای صلح را باز ماندیم ای داره بله. که بیاین لطفاً با ما صحبت کنین و این مشکل از رای گفتگوها حل کنیم. در غیر از او اگر ریموت یا مو کنترل شما در دست شبکه های استخباراتی دور و نزدیک است، بنان بحث گفتگو را میمانیم کنار و میایم وارد موضع جنگ میشیم. در اونجا هم معلوم خواهد شد که کی چه اندازه توان و انگیزه خواهد داشت. روی مورد بحث این که کشور در خطر است دیگه هیچ شک نیست. ما اگر امروز به مثابه شهروندای از این کشور در درون از این کشور زندگی میکنیم، صدای خود را بلند نکنیم که کشور ما در خطر است یا افغانستان در لبه پرتگان نزدیک است، چی باید کرد؟ دوستای دوست ما که تجربه کلی ندارن، در بیرون از افغانستان زندگی کردن و کلان شدن و بالاخره تجارب خود را گذشتاندن، آمدن در سکتورهای امنیتی از این کشور تکیه زدن، عدم تجربه اینا از چگونگی جنگ و صلح کشور باعث شده که ما را ببره به طرف نابودی و افغانستان را به بحران. بنا نیاز است برای یک اجماع کلی درونی و کسانی که تجارب دو سه دهه چهار دهه جنگ را در افغانستان دارن نیاز است با استفاده از تجارب اینا راهکار مناسب را برای تامین امنیت داشته باشیم. سپاسگزارم. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای نصرتی، ظاهراً دیده میشه که حکومت افغانستان تلاش داره تا یک اجماع قویتر سیاسی را شکل بده. استاد محقق را میبینین رفته پیش آقای دوستم و همین گونه در کابل هم شما را از مقامات ارشد حکومتی دید و دیدت های داره با رهبران پیشین جهادی. فکر میکنین چرا تا اینجای کار را حکومت نتانسته که یک اجماع بسازه و آیا این اجماعی که حال ساخته میشه خواهد تانست که بالاخره پله جمهوریت را مستحکمتر و قویتر بسازه در برابر طالبان؟ تشکر جانم، زنده باشید. با اینکه احترام خاص بر دو دوست چیز فهم خود دارم و نمیخواهیم هم دیالوگ شود، یک تعداد تکنوکرات های غربی خائن را که وارد افغانستان در طول 20 سال شد، مبدی از این معلوم بود که در کنفرانس بان توسط علمی مردم هایی که امروز سر صدایشان بالا شده اینا تایید شدن آمدن. اگر این مردم های سابق اینا را تایید نمیکرد اینا نمی آمدن. کنفرانس بان یک چیز تحمیلی بالای مردم افغانستان. بحث ما به نمایندگی از حرکت ملی خط سوم بحث مردم افغانستان است، نه دو خط مزدور که عبارت از طالب و حکومت 20 ساله باشد. هیچ کس گفته نمیتونه که این حکومت مزدور نبوده و نیست، هیچ کس هم گفته نمیتونه که طالب مزدور نیست. بالاخره مردم افغانستان در کجاست؟ جنگ بالای قدرت است، بالای چرپی است. شما هر روز این کسایی را که میگن تو صوبه پنجاب نشه، هر روز اینا سفرها دارند در او پنجاب. شما میگن که اینا با طالب مخالف است، خدا شاهد است که اینا مخالف نیستند. اینا بسیار هم نواستن، فقط مشکل از یا سر چار تا چرکیز. اینجا منافع ملی افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان، استقلال کشور، چادر عزت، چادر سیاه دختران دیوه ما مطرح نیست. قسمی که در 20 سال نبوده، شما باور کنین که دو هفته پیش برای ما پیام رسید از دوستای بیرون، 16.5 میلیون اولاد شما افغانا در داخل افغانستان و بیرون افغانستان زیر خط فقر است، با اینکه میلیاردها و تریلیون تریلیون دلار آمد. کسایی که بود نداشتن امروز میلیاردر هستن که هر کس از اینا دفاع کنن مطمئنن در برابر مردم افغانستان شخصیتشان زیر سوال میشه. آمدیم به ارتباط اجماع. ولی پیش از اینکه به اجماع بیاین، پیش از اینکه آقای نصرتی،
پیش از اینکه به اجماع بیاین، خب یک اشاره شد از طرف آقای ابراهیم‌زاده، ممکن شما هدفش نبودین. اینا گفتن که افغانستان را گفتن که افغانستان را افغانستان را دو پاسپورت ها خراب کرده. بله اجازه بدین، اجازه بدین که من سوال ما مطرح بکنم. آقای نصرتی، اینا میگن که افغانستان را دو پاسپورت ها خراب کرده، خب شما هم دو پاسپورت دارین؟ نه صاحب، من دو پاسپورت ندارم صاحب. در فرانسه چی میکنه؟ خب این هم میفهم که مطالعه دوستان نسبت به شخص بنده ضعیف است. من سال 2001 رئیس حزب حفاظت از حقوق بشر بودم، 36 حزب سیاسی را رهبری کرده، 250 شورا تحت تاثیرات ما بوده، 135 وکیل پارلمان را، کاندید ریاست جمهوری بودم در 2004، طرح زعامت ملی و خط سیاه ما از 2005 تا 2009 پیش برده، ماموریت ریاست جمهوری توسط آقای کرزی در آخر 2008 برای ما پیشنهاد شده که با یک کنفرانس بسیار قوی 75,000 نفر در برابر از اینا در مسجد ایدگاه ما دو بار در دوره کرزی نظربند بودیم با این امی افکار پاک مردمی. بعد از اون توسط یک مکتوب رسمی یونما خودم با دو سه طفلم، خانمم و پدر مادر سرسفید و چند نفر از اعضای رهبری اخراج شد. نصرتی سالیان عمر خود در اونجا درکده، یک پنج سال از اینجا آمدیم و در اینجا هم با نمو افکار آزادمنشی تانستم مغزهای متفکر افغانی را در چهار پاره دور خود تشکر کنم. تشکر. بر اساس خط سیوم و رای نجات خط سیوم است. درست. نی خطایی را که در طول 43 سال مردم رفته در و دیوار وطن ریخته، بیوادار شدیم، یتیمدار شدیم و هیچ چیز حاصل مردم افغانستان نشده غیر کشتار و تباهی. از چی؟ از تعقیب کردن و چکچک ها و ناره تکبیر ناگفتن پشت پیره پشت کسایی که به کاهی نمی رسیدن و به کوهی درخشانی شدن و فعلا هم الحمدلله پاسپورت ندارم آقای بوله. درست. از هزاران کیلومتر ها ولسوالی به ولسوالی افغانستان سمت سو میدیم و انشالله نقش عظیم ها و برکت الله متعال خواب داشتیم و جمله کسایی سیم که در صف جهاد بودیم. تشکر. خیلی سپاسگزار. آقای ابراهیم‌زاده، مارشال دوستم گفته که باید بالای طالبا فشار نظامی وارد شود. تا فشار نظامی گفتن نباشه نمیشه که ما بالاخره مو بازی که به نفع حکومت افغانستان باشه او رو رقم بزنیم. فشار نظامی کارساز است. خب اینجا دو مسئله است. یک مسئله است که اگر صلح نباشه بدون شک جنگ است و در جنگ باید ما جنگ باید برنده شویم. یک واقعیت امر است. اما این که ما چه نوع فشار میاریم، با کدام سازگاران میاریم، شما متوجه باشین که طالب دیروز نیست. طالب امروز با چین رابطه داره، طالب با روسیه رابطه داره، طالب با ایران رابطه داره. نگرانی ما مزمی است. من که پیشتر مسئله را یاد کردم، گفتم دو پاسپورت ها سر از 4-5 شخصیت که نام بردم، اونا حداقل به دست به دامان فاطمی ننداختن. امامی دو پاسپورت تنوکرات که ای هم ادای جهاد بوده نداره، مجاهد بوده نداره و مبارزه بوده نداره و حداقل یک چند نفر برش لقب بابا را دادن، ای هم ادای زمیره داشت. اما امروز ای بسیار به بشرمی دست انداخته به دامن فاطمیون. این مسئله است. مسئله دیگه در کجا چه قسم دست انداخت؟ خب امی آمدن امی که وزیر خارجه ایران می بسیار بشرمی میگه که فاطمیون میتونه امنیت افغانستان را برگردانه. خب مورد تقابل میشه تلویزیونی بود. در یک گفتگوی تلویزیونی بود. یک مقام پسکو نگفته، یک وزیر خارجه یک کشور گفته. شما رئیس جمهور متهم می‌سازید. اجازه بدید دست انداخته بر از یک اجازه بدید. اگر رئیس جمهور دست انداخته، اگر در کفششان ریگ نیست، اگر نیست، چرا با وزیر خارجه آمریکا ایران نمیگه که بعدا تو دهدت باش؟ شما کدام اعلامیه ضعیفش میدین از آدرس هرگی از آدرس وزارت خارجه؟ ولی سند شده نمیتونه برای اجازه بدید حکومت از فاطمیون کمک گرفته باشه. اجازه بدید. ای که اینا آرام گرفتن، این ما خود تو فرد عادی نیست. اینا حکومت هستن یا مجبور هستن از دستگاه دیپلماسی که مسئله زهرآلود است، با آمریکا در تقابل است. ایران به ایران بگه که برادر تو جنگای نیابتی تا در منطقه برای ما سازگار نباش، اما هیچ واکنش نشان ندادن و به بسیار دلگرمی هم با آمریکا هم خواستن یک متحد که یاره به کرسی شانده و قبل آقای نصرتی مزدورشان است. با اونا هم یا در تقابل است. ای به این معناست که ما استقلالیت نداریم. ای به این معناست که ما با کس اطمان کفش در ریگ ما ریگ در کفش ما است و دانپورا بسیم. شما حرف دیگر گفتین آقای ابراهیم‌زاده. شما گفتین که دست به دامان فاطمیون زده تا او کمکش بکنه و امنیت شده. اجازه بدید من میرم میخوایم اصلاح بکنم. وقتی که وزیر خارجه ایران در یک گفتگوی تلویزیونی و با تلویزیون کدام تلویزیون کشور دیگه نه با تلویزیون افغانستان مصاحبه میکنه و بسیار بی‌شرمی میگه که فاطمی ناظر است که کمک بکنه،
شما میبینین که ما برای شما چند روز پیش ما در صفحه فیسبوک ما یه چیزی نشر کرده بودم، امین نقشه که یک دهلیز ایجاد میشه از کابل و تو میره برای مناطق مرکزی افغانستان و به ایران وصل میشه، خود از این چی نشون میده؟ اما رهبر کرفت که از فاطمیون در ایران حمایت کرد و کارشان ستود که شما خوب کار میکنید، امروز مشاور امنیتی و سیاسی نه، شما یک ما دو ما پیش مصاحبه از اون رهبر بشنوین و با واکنش تندم مشهور شد. یکی از آقای رضا کار شما متوجه باشین، اجازه بدید، یکی از که شما یک اطلاع اگزکت می داشته باشین هویدا، یکی از که شما یک تعداد به اصطلاح علائم جمع میکنین و از او برویت یک تحلیل میتونین قضاوت بکنین. اگر ما علائم جمع میکنیم ای به ایمان است که ما کمک خواستیم، آمدن آقای محقق کار کدام هادی و بسیار حالت نرمال نبوده. بله آقای محقق رهبر فاطمیون نیست. اجازه بده. اما سو هست، ام فکر است، مگر در ایران آقای محقق حمایت نکرد از حرکت فاطمیون یک جای شدنش؟ گفتگویی که ما داشتیم با آقای محقق، اونا گفتن که پالم دردی نداره با فاطمیون و بالاخره اونا رو در افغانستان هم نمیخواد. شما متوجه باشین امو صحبتایی که آقای محقق در ایران کرد بعد از اون تعبیر شده. ها گفتن صحبت هم تعبیر شده. من نمیفهم کیا به انگلیسی صحبت کنه یا بلغاریایی، امو دویش همین الان شما ببینین کی چی گفته، تعبیرش یعنی چی. تشکر. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدین آقای نیرو. خوب یک فرصت بزرگ به دست مردم افغانستان آمده تا اینجای کار رم، بالاخره میشه که اگه گفتگوهای بین افغانی به یک نتیجه برسه، به این جنگ 40 ساله که از طرف آقای نصرتی هم به او اشاره شد، کسی که گفت دست داشته جز با ایرانی چیزی به مردم افغانستان برمغان نیاورده، به این نقطه پایان گذاشته شده. ولی قسم دیده میشه که دو طرف مسئولانه برخورد نمیکنن. مثلا طالبان رو میبینین هیئتشون به جای از اینکه در پشت میز بنشینن و با طرف افغانی مشکلشان حل بکنن، در سفرهای منطقه‌ای مصروف هستن. حکومت افغانستان هم هر از گاهی میایه بالاخره پیام جنگ و پیام خشونت میده. خب تا جایی که دیده میشه فکر میکنم تا اندازه از طرف مردم افغانستان و حکومت افغانستان انعطاف پذیری مبنی بر چگونگی رهایی در حدود 5000 زندانی گروه طالبان نوع انعطاف پذیری را میتونه که داشته باشه. ولی متاسفانه تا هنوز هیچ نوع انعطاف پذیری از سوی گروه طالبان دیده نشده. بحث این است که چرا اینا آمدن میز مذاکره را رها کردن و به کشورهای مثل ایران و روسیه و ترکمنستان در حال سفر هستند. این به این معناست که ما امو گپ آغاز برنامه را میخوایم تاکید کنم که تغییر استراتژی سیاست آقای بایدن نوع ورختایی و سردرگمی را در میان گروه طالبان به بار آورده. گویا با ژرف نگری آقای بایدن روی چگونگی تفاهم نامه بین هر دو طرف، طالبانی احساس را به خود دادند که احتمالاً در این نوع تفاهم نامه یا تفاهم بین هر دو طرف به ضرر و یا نقص این گروه خواهد بود. بنان یا دست و پاچه شده به طرف کشورهای همسایه افغانستان در حال سفر هستند و به نوع میخواین امریکایی ها را معتقد بسازند که اگر آنچه که در زمان حکومت آقای ترامپ بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان تفاهم صورت گرفته بود، اگر به او پابند نباشند، گویا نوع دردسر جدید را میتونه که ببار بیارن از طریق کشورهای که در مخالفت با سیاست های امریکا قرار دارن و باز هم این گروه میتونه یک دردسر کلان برای امریکایی ها در از طریق افغانستان باشن. بنان انعطاف پذیری این بار فکر میکنم که مربوط به گروه طالبان است. تا جایی که گزارش ها نشر شده در حدود بیشتر از 80 یا کمتر از 80% کسانی که از زندان های افغانستان رها شدند، اینا دوباره به مواضع جنگ برگشتند و تشدید دادن این حملات. این پیام را هم دارم این کارهای طالبان که طالب صلح نمیخواه. خب بحث این است که اگر طالبان واقعا صادقانه میخواستند که وارد عمل شوند و صلح تحقق پیدا کنه در افغانستان، پس چرا امروز هیئت که از سوی جمهوری اسلامی افغانستان به قطر حضور دارن هیچگاهی با اینا حاضر نمیشن گفتگو را آغاز کنن؟ چی رای حل بالاخره باقی دوستم گفته که باید طالب تحت فشار نظامی قرار بگیره؟ یک بخش امی است. ما قبلا هم گفتم در 40 سال گذشته نتیجه میداد. خب مثلا زمانی که آمریکایی ها بیش از 100,000 نیروی نظامی داشتن در افغانستان، اوج فشار بالای طالب بود. خب دیدین نتیجه نداد. خب من فکر میکنم که
شما راه دیگه ندارین جز این که مقاومت کنین، جز این که سرکوب کنین. بحث صلح را ما گفتم، حامیان افغانستان در دور و نزدیک تلاش دارن که حداقل بعد از این همه کشمکش دو دهه که گذشت افغانستان صاحب صلح شود. تلاش های درونی هم هست، مردم افغانستان صدها باری مورد را صدا زدن که لطفاً طالبا بیاین با هم صلح کنیم. ولی زمانی که میبینین شما یک گروه یا این گروه طالبان نمیخواد با شما صلح کنه، پس چی باید کرد؟ آیا دو دسته میخواین که تسلیم کنین خاک به یک کشور دیگه؟ که نه. بنام در اینجا شما گزینه دوم یا بیره باید مد نظر داشته باشین، کمانا بحث مقاومت، بحث سرکوب، بحث استادگی در مقابل کسانی که میخواین شما را نابود کنن. سپاسگزار. آقای نصرتی، فکر میکنین سرکوب طالب یک راه حل بوده میتونه بر ازی که طالب آماده شوه به صلح که حکومت افغانستان نوش میخواه تامین شوه در افغانستان؟ سب تشکر جانم. قسمی که شما بهتر توضیح دادید، تقریبا 49 کشور دنیا در اینجا با سرمایه های هنگفت و با سربازان و تکنولوژی پیشرفت آمدن این سرکوب کردن، نتیجه نداد. حالا خود در او وقت هنوز حکومت یک حکومت یک دست بود. حالا ما میتونم که ما میدانیم که چقدر از این کسایی که در رهبری مقاومت گپ میزنن اینا چه قسم میرن و در اونجا میشینن، چی موضوعات هست که مردم افغانستان آگاه است. یعنی چی میخواین بگوین؟ خب اینا روابط بسیار تنگاتنگ خودشان ایجاد کردن. با طالبا صلح چه قسم نه است؟ با طالبا روابط ایجاد کرده آقای نصرتی؟ چون جنگ نتیجه نداده. بنابراین مردم افغانستان سه را داره آقای یا آقای غنی بل. یا جنگ پیشه کنه که اولاد ما مردم کشتمش از اینا خونمش. دوم حکومت مرقت میگن، عبوری میگن، شاهی مشروطه میگن، ای عناوین فرق نداره، ای رو باید قبول کنن. سوم برای به طرف یک انتخابات پیش از وقت یا زودنگاه که با حضور مراجع بین المللی باید کار صورت. اما آوازه های را که از این سوی سمندازن افکار مردم اقوا میکنن اتو چیز نیست، جنگ صورت نمیگیره. اگرچه تبل جنگ در پیش از این که این پروسه صلح ایجاد شود در دوحه از طرف آقای محب و غنی و امرالاس حاولی اینا دوام داشته کوبیدن، ولی فکر میکنم که آقای بایدن از اینا استاد است، اینا اگذر مستی زیادر میکنم و گپام نیست، بلکه رفتن طالبا و هدایت امریکا شده به طرف ایران و دیگه جایا برای از اینکه صلح یک خطبی ترامپ بله. یک صلح شکست فاحش در را داشت و بایدن او رای را که ترامپ ترکیب کرده نمی کنه، می خواهی که اجماعی منطقه میره با اجماعی فرامنطقوی یک جای بسازن، چون می دانه که ایران و روس اینا در مسئله سال هیچ وقت همکاری نکردن که ترامپ باید طالبا بر اونجا نشستا کنه و قناعت از اونا را بدست کنه. و از طرف دیگه چون غنی توسط حکومت ترامپ زیاد ناراض و رنجیده شده، آقای بایدن یکان نوازش او را می کنه. این گپا نیست که کشور به طرف جنگ میره و خطر وجود داره و تمام حاصل زحمات مردم افغانستان یا جامعه جهانی این نظام فروپاش میشه و یک چیز یک خطر وجود داره که اگر امریکا با ایران به توافق نرسه سر مسئله توافق مائده برجام، اینجا واقعا که بسیار یک خطر شدید است. این دو طرف قضیه نازنینم چی نظام است، کسایی که در اینجا هستن و چی اون طرف، اینا چیز هستن یعنی شای هستن که به دست خطبای مختلف هستن برای عرضه کردن اینا از اینا استفاده میکنن در میز مذاکره با امریکا یا امریکا با دیگرا به خاطر امتیازگیری های خودشان. دیگه اینا خب کسایی نیستن که در سر سرزمین افغانستان تصمیم گرفته، ولی آمد در بخش طالبان تا جایی که ما در جریان هستیم هیچ وقت در میزای مدور این چیز مطرح نشد. طالبان با وضوع از 8 ماه پیش گفتن که ما قبلا امو جنگ را که در دو سالای سابق کرده بودن به نام حکومت شرف سات متاسفان اینا مردم خود چی جواب بدن که با این نظام یک جای شوند. به این خاطر است که فکر از این دارن که نظام یک دست بگیرن، برای از این که نمیتونن امو شعارهایی را که دادن چقدر گوشتر دادن. خیلی سپاسگزار آقای نصرتی، تشکر. برمیگردیم به شما. اینا میگه که ما از اینا اشتراک کنیم بلد. اینا آنقدر ما هیچ نام نیک نداریم غیر کشتار و ترور انتحار،
ولی یک نام نیک داشتیم که در زمان گذشته که رشوت نبود. اگر با اینا یک جای شویم ما هم یک بدنامی دیگه بر ماست. سپاسگزار. سپاسگزار. برمیگردیم آقای نصرتی. حکومت موقت بی‌طرف که نه از طالب باشه نه از ایسو باشه، از مردمای نخبه، مردمای متحد و سرزمینشان باید شکل بگیره، بعد از اون پروسه را ببرن به طرف یک کمیسیون انتخابات بی‌طرف. خیلی سپاسگزار. انتخابات بی‌طرف، یک انتخابات بی‌طرف شکل. ولی طالب نه به انتخابات باور داره و نه هم گفته که حکومت موقت ایجاد شود. حتما برمیگردیم و راه حل را میپرسیم از شما. وقفه کوتاه. بعد از برنامه خوش آمدین آقای ابراهیم زی. بحث را جمع میکنیم. آقای ما دیروز در صحبتاش گفت که خواست طالب بسیار مشخص است، قدرت را به شکل کامل میخواهد و به خاطر رسیدن به قدرت میجنگد و در کنار از این تخریب کامل نظام را میخواهند. چطور جور بیاییم با اینا؟ حکومت چطور با اینا جور بیاییم؟ یک مسئله است که آقای محب میخواهد. اونا خواستشان واضحه. شما دیدین که از تهران و از روسیه بانک بلند دادن و گفتن که ما در موجودیت آقای غنی با این نظام یک جایی نمیشه. نه خب اونا وقتی میگن غنی بتن... کنار بره یعنی اینا بیان جور اجازه بدین یک بر هم در این روزا در شبکه‌های اجتماعی یک متن توافقنامه تا بالا میشه که ایجاد یک حکومت جدید است با حفظ ساختارها، حداقل پارلمان حفظ است، ساختارها حفظ است. اما اینا دکتر صبح غنی پیشنهاد کرده بودن چند ماه پیش که اگر ما در اصل از این حکومت موقت باشم مشکل نیست. از وضعیت اساسی است حکومتی است نمی طرحی که شما میگین در شبکات اجتماعی حرف حکومتی است که را به شمار سیاسیون در حاشیه میآیند مطرح میکنن. حکومت موقت را طالب هم نگفته. اجازه بدین زمانی که امریکایی آمدن و امی طرح را به زبان انگلیسی سر میز دکتر صبح غنی انداختن، بعد از او دکتر صبح غنی دست پاچه شد و کرزی صاحب خواست و ساسعاف خواست و دکتر صبح عبدالله را خواست و عبدالله و فضلی بود که باز در او نشست یک سر صدای دیگه بلند شد، باز قرار بود فردا یک نشست دیگه شود که دو بزرگوار دیگه هم بیه، باز دکتر صبح خب باز رفت به خانه دکتر صبح عبدالله دروازه زور بد تقل باب کرد. شما میفهمید که 6 سال دفعه دوم است که به دروازه دکتر صبح عبدالله میرفت. یعنی ای که ی خود از این نشان میده که خب چیزی بود که از طرف آمریکا میبینین. اجازه بدید حکومت میگه طالب بر قدرت میجنگه و بر تخریب کامل نظام و میگه اجازه بدید سرخ است استاد میشیم. چطور حکومت جور بیاد جنگ سر قدرت است؟ در صلح یکی صلح است یکی تسلیم شدن است. اگر قرار باشه که حکومت به این فکر باشه که ملا هیبت الله مثل حکمتیار می باز اگر چیزای کت سواد شده بود نشد اونم میره در دارلمان یک جای خانه میگیره باز نماز جمعه تبلیغ میکنه اینو خوب ببینه و اگر طالب میره میکنه چیزی که بسیار مهم است آله اجماع سیاسی است، اجماع ملی است، این را باید ایجاد بکنیم و این که سفرهای طالبان را دوستا برداشت شده است به احترام به حفظ احترام برای نظریاتشان. طالب همونطور که نصرتی صاحب گفت به دکته امریکا با در نظر داشت موقف امریکا سفر کرده، در غیر از او این بزرگوارا در لست سیاه هستند و از اینکه حکومت میخواست امریکا را دور بزنه با کشورهای منطقه امریکا خواست زور را برش نشان بده که من میتونم اونم با اینا بشانم. آله ما فکر میکنم که سرکوب طالب که صدا زده میشه، طالب یک زمان 28 ولایت در تصرف خود داشت، جنگ برده نتونست. این وقتی که امریکا آمد با صدها هزار نیرو هم طالب از من برده نتونست. بنان ما فکر میکنم که جنگ راه حل نیست. ما یک فرصت بسیار خوب داریم. هر کس که از ادبیات جنگ استفاده میکنه مردود است و ما باید از این فرصت طلایی استفاده بکنیم بریم به طرف یک صلح با رومن. سپاسگزار. آقا این راه حل که پیش جنبش است برای معضل فعلی افغانستان چی است؟ طالب را میبینین قدرت میخواهد و حکومت افغانستان هم داره برای حفظ قدرت قربانی میترد. خب ما قبلا هم در این مورد اشاره داشتم که ما در آغاز دست ما برای چگونگی آمدن صلح به گروه طالبان پیش است. ما بار بار مکررن از اونا خواستیم که حداقل بین صحبت کنیم از روی تفاهم و صحبت این مشکل کلان افغانستان حل بسازیم. در غیر از او هیچ گاه ما به طالب تسلیم نمیشیم. هیچ گاه ما اراضی خود را مردم خود را تنها نمیمانیم، به خارج پناه نمیبریم و این شعار ما بوده و اگر مطمئن باشین که اگر همچنان طالبا به لجاجت ادامه بتن و بخواهند که به یک نوع یک بار دیگر تاریخ گذشتهشان را روی مردم افغانستان تکرار کنند، فکر میکنم که در اونجا
محاسبه شون غلط خواهد بود، ولی امیدوار هستم که از فرصت به وجود آمده استفاده خوب کنن و بریم به طرف سال. خیلی سپاسگزار. راه حل شما چی است آقای نصرتی؟ فشرده. راه حلتان بالاخره چی باید شوه؟ خیلی فشرده. راه حل ما فقط هر حکومتی که بدون غنی میایه به هر عنوانت میایه. عناوین مهم نیست، ولی در زیر از او عناوین کسایی که نصب میشن انسانای پاک باشه که کشور رو ببره به طرف یک انتخاب. خیلی سپاسگزار. تشکر. سپاسگزار از حضورتان در برنامه. تشکر از شما که برنامه حضور پیدا کردین. از همراهی شما همچنان سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.